سلام خوش اومدیم به دومین ویدیو از پلیلیست تاک دارک با یه موضوع شاید خیلی رندوم با یه رفیق خیلی قدیمی کیارش چطوری؟ مخلصم آقا دمت گمه رو آوردی به خدا نه آوردی که خونه خودتونه دیگه ما اینجا زیاد با هم کار داریم انقدر اون داستان واکی تاکی بینش فاصله افتاد و کلی ایده های مختلف منو کیارش با هم دیگه داشتیم که هی وقت نمیکردیم یه چیزی رو درست روش تمرکز کنیم که اونو ببریم جلو بعد این تاک دارک فکر کنم بیشترین جاییه که منو تو با هم دیگه زیاد کار داریم آره احتمالا آه یه چیزی که خیلی باحاله اینه که اصلا تو واکی تاکیو اینا فرصت نشد که تو درست بگی دقیقا چیکار تو الان آمریکا دقیقا چی داری میکنی ببین من تو کار عکاسی و فیلم و نوشتن و... هر چیزی که گیر دستم بیاد به میدیا مربوط باشه انجام میدم بعد یه چیز دیگه که میخواستم بهت بگم اینه که تو کلی ایده دارک و ترسناک همیشه داری ولی هیچ وقت پیادش نمی کنی. چرا؟ ببین آخه اولا که یه هم یه تیم میخواد چون یه کار یه کار مثلا دارک انجام دادن یه تیم میخواد که همه مایندستشون تقریبا یکی باشه قبول داری اگه من تو واقعا یه جا بودیم خیلی عجیب میشد آره اون اون میگم یه تیم اون مدلیه که لازم داری یعنی تو اگه اینجا بودی قشن شاید مثلا راحت ماهی یه کار میدادیم ببین ایم. آخه من این مشکله رو دارم یعنی من هم خیلی دوست دارم مثلا اینجا یکی چه من پایه بود میرفتیم کلی جای هانتت داره استانبول میدونم آمریکا هم خب داره بعد خب تنها که خیلی مثلا دیوونه ای مگه تنها سوار ماشین شی بکوی بری مثلا هزار کیلومتر اونورتر تو که البته عادت داری تنها بری جای آره اون اون داستانه اون اون یه بار رو خیلی یه بار تولدم از دبی کوبیدم رفتم رسول خیمه جزرت الحمرال قبلا گفتم اونو یه جای هانتد تور و ایناست بعد تنها کوبیدم رفتم اونجا خیلی عجیب بود بعد بعد موقعی که تنها میری اصلا یه چیز یه جور دیگه است صداهای عجیب غریب بعد همه چی انگار همه چی انگار زب در سه چهار میشه یعنی خیلی برقی... ترسناک داره نمیدونم اصلا داستانش چیه اما تلقین تو نمی تر... تو نم وقتی رفتی نمیترسیدی اصلا چرا مثل سگ آخه نه ببین ولی مثلا من... هیچ جاش بود مثلا بخواد بگی اوکی پاشا دیگه نرو جلوتر تا همین آره. که رفتی خیلی پر آره،, آره آره آره, دقیقا ببین جزرت الحمرا حالا دوباره میگم یه دونه چیزه یه ویلیج توره یعنی یه جا اینه یه مثلا بم چجوری بود حالا تو که دیدی بم مثلا خیلی خونه ها کاگلیه و بعد حالا فکر کن اون خیلی کچیکتر بعد میگن که اینجا یه اتفاقی افتاده و کلی آدم مردن و اینا بعد اون وسطش یه, و یه مسجده یعنی اصلا خیلی فضای خیلی دارکی داره بعد اینکه من دیگه رفتم خیلی مونده بود به اون مسجده برسم بی خیال شدم چون چون واقعا یعنی واقعا اون جوی که بهت میده انگار یعنی انگار اونجا هیچکی نیست ولی احساس میکنی الان به دو ازار نفر آدم اینجان اصلا یه انرژی عجیبی داره نمیدونم حالا برای ترس هست دیگه برای همین اینجوری شد ولی خیلی دوست دارم توی ترکیه یه بار بتونم یه کار اونجوری بکنم ولی تیمی دیگه یعنی فکر کن یهو مثلا یه دونه ماشینشین با کلی دوربین و تجهیزات و اینا بری مثلا اون فیلم گریوین کانترز بود فکر کنم یکی اون یکی اون،, اون که بری مثلا زیر اون اون قبرستونه تو فرانسه مثلا یه چند نه نفر نه که بشی. خیلی خفن اون واقعا اون واقعا آرزومه یعنی اون واقعا آرزومه الان بهم ب... بگن دوست داری الان بری مالدیو یا بری اونجا واقعا میگم دوست دارم برم اونجا و اون خیلی عجیبه ببین این سری توی حالا این برنامه که الان با هم میخوایم ببریم جلو من میخوام یه جور باحال داستان رو شروع کنم به این تا عکس برات فرستادم الان بچه هم احتمالا دارن توی روی تصویر یعنی میبینن عکس رو تو این عکس ها رو نگاه کن حالا برای تو زیر عکس ها شمارم داره به هم بگو فکر میکنی داستان عجیبی که الان من میخوام برات تعریف کنم به کدوم یکی از این عکس ها مربوطه میخوام داستان واقعی فیلم جنگی رو بهت بگم خب اوکی یعنی یکی از اینا اون یارو دکتر چی پریسته بوده احتمالا باید اولی باشه دیگه چون اونی که پوزیس شده بچه نبوده این سه بومی پر... هم که اصلا به روخش میاد مثلا ساینتیست باشه سه رو خط میزنم خب البته نه ممکنه ممکنه اون رو هم همینطوری گذاشتی سومی انتخاب میکنم اوکی اشتباه اما اولی بود حالا اینی که داری میبینی اسمش فادر ای آلبرته دقیقا اون اولین پریستیه که میره بالا سر اون فرد مورد نظر و اون عملیات رو حالا انجام میده حالا اگه بخوام بیشتر به توضیح بدم اون کلبه رو که داری میبینی که باز دوباره دارین رو تصویر میبینینش اینجا دقیقا جاییه که این اتفاق افتاده که میخوام الان بهتون توضیح بدم یه چیزی افتاد اینجا که این, این نشونه خوبی نیست دا. این اصلا نشونه خوبی نیست که میخوام بهتون توضیح بدم داستان چیه اصلا خونه رو ببین این خونه حالا یه ویلای نورمال دیگه یه ذره دارک هم البته گرفتنش مثلا شب یه ذره آمریکاست خونه یا آره آره سنت لوئیز اگه اشتباه نکنم بعد حالا داستان چیه داستان اینه که یه شخصی به اسم رونالد هانکلر که آمریکایی آلمانی بوده این خالش چیکار میکرده این من نمیدونم درست اینو چجوری عروش میخونن ولی این نلبکی ها که شروع میکنه تکون میخوره و فلان و اینا ها که بهش میگن اویجا فکر کنم نمیدونم ولی اگه اشتباه میگن ببخشید با اون خیلی کلا کارهای عجیب غریب میکرده و اینم خیلی به خالش وابسته بوده تا اینکه خاله میره. خاله سال 1949 میمیره و بعد از مرگش برای رونالد کلی اتفاقای عجیب غریب میفته یعنی یه جای چنگ رو بدنشه یه حو... یهود حو... سر و صدا میشنوه کلی اتفاقای عجیب غریب میفته آه 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 بعد... بچه بوده رونالد رونالد بچه بوده آره 13 سالش بوده اگه اشتباه نکنم بعد خانواده‌اش کلی ام میرن پیش دکتر و نمیدونم سایکولوژیست و کلی آدم های مختلف برای اینکه اینو ببرن اونجا مثلا تراپی و اینا ببینن آقا داستان چیه خب مشکل حل بشه تا اینکه آخر آخر میرسن به اینکه بریم سراغ روحانی محل آقای فادر ای آلبرت کسی که عکسش رو دیدی که اولین عملیات و یا اون نمیدونم حالا چیکار میکنن و با این دوست 13 ساله انجام بده و ولی جالب اینه که بدونی این تموم نمیشه یعنی بعدش یه شخص دیگه ای به اسم ویلیام بودرن دوباره اونم پریست بوده اونم میاد ادامه میده یعنی یعنی چند تا پریست داشتن روی این داستان کار میکردن ولی خب تا ماها جای زخم و چیزا یعنی تو داستان واقعی پسر بوده دختر نبوده اونی که پوزست میشه آره پسر بوده ولی آه... تو دیدی فیلم جنگی رو آره ولی خیلی بد شد اصلا فکر میکرد در فاکت شدم خیلی من ندیدم ولی اتفاقا چند روز پیش با مامانم داشتم یه دونه چیز میگرفتم داشتم با مامانم یه دونه ویدیو میگرفتم گفتش که فیلمی بود که باعث شد هیچ وقت دیگه فیلم ترسناک نبینه و از کوچکترین چیزهای ترسناک بترسه دید. چیزا دیده بودی تو بچه بودی گراج دیده بودی آخ اون اونم خ... اون خیلی بده آه. اون خیلی بده. ببین اون صدا اون من تا چند سال میرفتم همون یا مثلا یه جا تنها میشدم انقدر اون چیز تو انقدر فوبیا شده داشتم مطمئن بودم که این صدا هر لحظه ممکنه اپوشتم بیاد, بیاد. ببین اصلا اون ببین میدونی من چند تا چیز خیلی میترسم یکیش اون صدا است که یعنی ترسوندتم نه که میترسم دیگه حالا شاید الان دوباره ببینمش یکی اون لعنتیه که توی دیدی تو فیلم شدو هم فکر کنم بود و آندرد شدو ایرانیه اگه اشتباه نکنم <applause> یه لعنتیه همه چیش مشکیه بعد یه هو از یه جایی اینجوری رد میشه میره خب اصلا خیلی چیز شاید مسخره ای هم هستا ولی خیلی میترسونه که اون اون تیپیکال چیزی که میگن اسرائیل واقعیت هم اون شادو پیپل میدونی چی هم دیدی, دیدی مثلا یه جا تو خونه نشستی خب تنهایی هیچی هم نیست خب یهو یه احساس کنی یه چیزی ها رد میشه آفرین آف... اینو گفتی اینو گفتی ببین یه چیزی هست به اسم بک روم چند روز پیش به توضیح دادم اینو اینو اگه اوکی بودی یه دونه اپیزود میتونیم چون من ندیدم فیلم کاملش رو هنوز چون خیلی ها بهم گفتن فکر کنم همونه همش هم. که تو یوتیوبه همون همون یه دونه است خب روم چیه بک روم میگن که یه فوتیجی از یه یارو اومده بیرون یا چند نفرن حتی که این وارد یه فرض کن یه پارکینگ رو در نظر بگیر ولی کلی اتاق داره توش یعنی کلی از بالا ببینی مثلا یه چیز اینجوری تو هم تو همه بعد ام این همجوری که داره میره دقیقا این چیزی که تو میگی پیش میاد یعنی اون لحظه که چشه تو برمیگردونی احساس میکنی یه سیاهی الان ب... و رفت پشت بکروم رفت تو اتاق پشتی بعد بعد دیوونش میکنه این داستان، یعنی انقدر میره ببینه این دقیقا داره چه اتفاقی میفته و دوربینم بهش وصله یه بار فکر کنم خیلی باحال باشه ببینیمش بعد حالا البته یا نه اون البته من توی یوتیوب زدم ببین خیلی چیزا راجع به شما مثلا اصلا گیم بازیشو ساختن یارو مثلا نوشته نشسته 20 دقیقه فقط اکسپلین کرده کل ویدیو طرف چیز اصلا انیمه داره فکر کنم یه چیزی براش دور کارتون مارتونش فکر کنم ولی نمیدونم اوریجینال از کجا شروع شد چون اونی که اون ویدیو قدیمیه توی مال آه. مثلا 15 سال پیش اون ویدیو یعنی مال خیلی قدیمیه اون ویدیو اولیه مطمئنی... آره چون, من... ما... چون من رفتم کل دیرکتر رو همه این چیزا رو دیدم یه پسر مثلا فکر کنم 17 18 اونی که هم دقیقا همون ویدیو رو ساخته یه پسر 17 18 ساله است شاید آخه نه آپلود شما من دیدم خیلی قبل آپلود شده بود یا مثلا مدل ویدیو معلومه ویدیو قدیمیه مگه اینکه حالا گرفتن یه جوری ایتش کردن که انگار قدیمی نه ممکن بس... بس... شاید حالا ببینم کلا این کانسپت جادوگری و حالا جنگیری و فلان و اینا بعد فکر میکنی که الان اگه یکی بیاد برات یه روز خاطره تعریف کنه الان مثلا من اگه بیام برات خاطر تعریف کنم که یکی از نزدیکامون مثلا یه همچین اتفاقی براش افتاده باور میکنی یا ته دلت میگی مثلا داری زر میزنی ببین بستگی داره که بگی چقدر تو تو به جن اعتقاد داری ببین مذهبی اینا بخوای بکنیش نه ولی ولی به اون اون نمیدونم شاید اون ربطی هم نداره مذهبی هم باشه خب شاید باره دیگه ولی اون یه چیز دیگه است یعنی مثلا انسان ها توی بود دیگه میگن اون دیگه بود زمان مکان نداره دیگه یعنی یعنی <تصفح> یه الان اینجاه بعد یه ممکنه تو اتاق تو باشه بعد اصلا اینجوریه بعد برای همین به اون اعتقاد دارم چون خب شاید یه چیزیه که ما نیبینیم دیگه دیدی میگن یه صدا یا انقدر بلنده که تو یا انقدر آره یا خیلی بلنده تو نمیشنوی یا خیلی مم. کمه که تو نمیشنوی کم که عادیه نشنوی خب ولی فرکانس فکر کنم از بالای 20000 هرتز نمیدونم حالا دقیقش چقده از اون مقدار اگه بالاتر بره تو دیگه اصلا اون صدا رو دیگه نمیشنوی انقدر زیاده خب پس یعنی قاعدتا منطق باید بگی که یعنی چی وقتی صدا زیاده من باید بشنومش دیگه خب ولی نمیشنوی اینم دلیل نمیشه چون نمیبینیش نیست میدونی چی بهت میگم یعنی یه ذره با این با این تکنیک که بخوای آنالیزش کنی منطقی در میاد یه سری ها میگن آقا ما تا نبینیم باور نمیکنی منم میگم خب آدم خیلی چیزا رو نمیبینه ولی باور میکنه چرا پس انرژی رو باور میکنه آره, آره یه چیز یه چیز اسپریتوال میتونه باشه ولی اون اون چیزی که ما بهش میگیم جن من فکر اون یعنی اص... اون باید اون نمیتونه باشه میبینی چی میگم چون یه چیزی نیست یه سری چیزا خب همه جای دنیا میبینن همه جا اتفاق میفته خب مثل میمونه مثلا, مثلا میمونه سفینه فضایی خب یو فقط تو یک کشور بیان خب خب شک میکنن دیگه میگن چرا بقیه نیست میگن که باز من نمیدونم این درسته یا نه خب ولی میگن که 20 درصد بچه ها توی بچگیشون یه صدای عجیب میشنون و بعد اونو به پدر مادرشون میگن یعنی میگن که مثلا ما داریم چیزی میشه شاید همچین اتفاقی برات افتاده باشه برام من یادم نمیاد همچین اتفاقی افتاده باشه ولی ولی خیلی از بچه ها خب دیدی دیگه مثلا دوست خیالی دارن یا چه میدونم یه چیزی یه چیزی رو سعی میکنن سر خودشونو باش گرم کنن یا بعضی موقع خیلی عجیب قریبم میشه یعنی مثلا یکی برای من یه دونه فرستاده بود حالا باید از سری بعدی که اومدی برا من کلی از بچه ها ویس فرستادن از خاطرات عجیب غریبی که براشون اتفاق افتاده فکر کنم باحال باشه که مثلا آخر هر کدوم از اپیزودا یکی از اون خاطره ها رو گوش کنیم خارج از اینو میخواستم بهت بگم که دقیقا یکی از خاطره این بودش که دختره تعریف میکرد من داداشم و دیدم که در اتاق باز کردم نشسته بود وسط اتاق بعد خیلی جدی داشت با دیوار صحبت میکرد خب <تصفح> <تصفح> خیلی عجیبه دیگه یعنی ببین تو از دنیای بچه ها داشته با کی صحبت میکرده مثلا یه یه بچه چهار ساله دیگه رد نداده که یعنی یعنی چی ببین ممکنه آخه نمیدونم یه 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 تئوری هست شاید اصلا علمی هم نباشه شاید خود خودم در ولی تو مغز ما خب هی داره ورزش میکنه یعنی چی میگم تو هرچی بزرگتر میشی تو چیزهایی که بهت میگن و بدونه اینکه خود بفهمی دارن بهت میگن و فقط میبینی یعنی آره. یعنی ولی وقتی تو یه سنی هستی اون مغزت خیلی بازتره اگه اگه بخواد واقعا چیزی باشه واسه همینه احساس منم هم که بچه خیلی بیشتر با اون کانکت میشم یعنی چی میگم چون هنوز هنوز پیورترن هنوز اونقدر مثل مجسمه چیز نشدن شیپ نگرفتن یعنی تو هرچی بزرگتر میشه اصلا نگاه دورتر میشی آره ممکنه ببین یه چیز دیگه هم اینجا دیدم ببین یه سری فکته که معلوم نیست واقعا این دره رو ببخشید وسط حرف من اون اگه روش می‌بینی پرده از اون واسه کار عکاسی بود دیونه آره چرا یه <applause> خیلی عجیب بود پرده اونجا بعد تو ویدیو دیدم اون میخوره به داستان اره می دیگه ببین میگم یه سری داست... یه سری جمله ها من پیدا کردم که به, به موضوع میخوره بعد میتونیم راجبش صحبت کنیم که آقا این جمله ها خیلی تو اینترنت هست که میگن درصدش بالاه خب حالا من نمیدونم مثل همین بچه که الان بهت گفتم میگه که احتمال این که زیر تختت یه جنازه پیدا بکنی بیشتر از اینه که بین آشغالا پیداش کنی به نظرت میتونه درست باشه ام... نه ببین بستگی داره آخه اون آشغالارم هم کجا منظورته مثلا اگه اگه مثلا توی اونجایی که همه ماشینای سطل زباله میرن آشغال میریزن اونجا یه جای پر آشغاله مثلا دو میلیون آشغال اونجاست نه واقعا فکر کنم اونجا همین الانش هم کلی جنازه است ولی ولی اگه مثلا منظورش اینه که تو سطل آشغال مثلا کوچت الان بری جنازه باشه یا یه هو بیای تو خونه ببینی زیر تخت خواب اون جنازه اتفاقا ها. اون آدزش اون آدزش خیلی زیاده ها من خیلی من زیاده. که آد... فکر کنم تو آدز فکر کن خیلی وقتایی که رفتی آشغال انداختی اون تو خب چون نمیدی تو سطل آشغال که تو نگاه نمی‌کنی ما فقط آره. باز می‌کنی گندستی باز می‌کنی آره. اون تو یه جنازه اون تو بوده یعنی تو خود نفهمیدی آشغال انداختی رو جنازه یا اصلا فکر خیلی وقتا خیلی ترس که خیلی وقتا ممکن اصلا یارو اون تو هنو زنده باشه <تصفح> داری آشقال میندازی رو یارو ولی هیچ وقت هیچکی نگاه نمی کنه اون تو رو چون دیس بزرگ نمیتونی دادت میندازی توش این خیلی دار کرد قضیه رو که ممکنه مثلا تو این کارو رو... یعنی هر کدوم هم ما ممکنه یه همچین کاری کرده باشیم میدونی اصلا یه جور دیگه بهش نگاه کن هر کدوم از ماها ممکنه از یه جایی رد شدیم که توی اونجایه اصلا یه نفر مرده بوده و شاید هیچ وقت پیدا نشده خیلی هم ماشین هایی که بغلشون تو خیابون رد میشی ممکنه جنازه تو صندوقش باشه آره اونجوری هم میشه بشن یا میشه. خیلی یه چیز باحال تو موقعی که شبا تو خیابون داری رانندگی میکنی خب ماشین که دو, سمت خیابون تو کوچه دو سمت کوچه خی... خی... پارکن خب خب چجوری باید بگم که بتونی تصویرشو بسازی فکر کن یه سمت آره. که ماشینا به اون رو به اون ور کار کردن به سمتی که بدی اون یکی سمت مخالفه خب یعنی آره. ماشینای سمت راست و پشتشون رو میتونی ببینی ماشینای سمت چپ ها رو به روشون خب آره بعد یه کار جالبی که من این کارو میکنم حالا تا هم دوست داشتین دفعه بگم خب تا که با نور با... نورتو بندازی بالا با نور بالا حرکت کنی میبینی فیکس تو فیس ماشینه رو دیگه داری میری یعنی آره ولی ما... موقعی که ماشینا پارکن ها یعنی هیچ نباید توش باشه آره خب <تصح> <تصح> خیلی وقتا ممکنه خیلی زه جالبی تو ماشینا پیدا کنی خیلی وقتا مثلا یه همی میگه تاله شده یعنی تاله برای تو آره من, من... یه دفعه شد دیدم یه یارو تو سندلی... رو سندلی عق... ماشین رو رو اونا بود نه نبود نه نشسته بود نشسته اون نشسته بود اون مثلا داش داش هم رو به رو نگاه کرد ولی خب بعد مطمئنی پلک میزد نه دیگه رد شدم خب بیان چه مثلا یارو یارو تو این حالت نشسته بوده مثلا داشته روبرو رو رو نگاه می کرده. خب جات مرده واقعا یارو نه بعید میدونم دیگه اه اه. چرا باید بشینی ساعت ولی نصف نصف ولی کولن... چرا باید بشینی رو خیلی... رو نگاه کنی یه خیلی حس باحالیه چون بعد چون سریع کنار ماشینا رد میشی تو ام. هر فلش اون فلش فلش آره. ولی نیزیزی. اون اون اصلا اون یکی از دلیلایی شد که باعث شد دیگه من از این نمیشه با نور بالا حرکت کنم حتما منو ببینم خب بذار یه چیز دیگر رو بهت بگم نوشته که بیشترین مرگ ها در زمان هموم کردن اتفاق میفته به نظرت این میتونه درست باشه حالا بیشترین آره مرگ ها آره همین نوشته دیگه بیشترین که فکر نکنم ولی آره بیشترین دیگر. نه ولی فکر کنم زیاده خیلی زیاده خیلی اتفاق ها میتونه یو قلب ببین راجب هموم حالا دی... یکی از نمیدونم اگه تو هم این رو داری نه ولی تو تو هموم میری چش تو هیچ وقت میبندی هر اتفاقی میتونه بیفته ولی بدترینش بدترینش موقعیه که بدترینش موقعیه که داری مسواک میزنی سرتو میاری پایین دندو میشوری تو آینه یه اتفاقی بیفته یعنی یکی پشت... من هیچ موقع من هیچ موقع سرم نمیارم نیم. آبا میارم بالا اصلا, اصلا اون داستان آین آینه خیلی عجیبه داستان آینه واقعا آها ببین یه دونه چیز بود میگن که بلادی مری حالا من نمیدونم بذار من یه توضیح بدم برای کسایی که اصلا نمیدونم بلادی مری چیه بگم آقا یه افسانه ایه که میگن یه دختری بوده به اسم مری که حالا بعد بلادی هم که خب میشه خونی میشه ماری خونی حالا این ماری مثل کشته میشه بعد دختر بچه هم بوده با طبق معمول و فلان و اینا من نمیدونم باید بگم دو... آره دیگه باید بگم do not try this at home یعنی اینو باید بگم چ... نه آره اصلا اصلا آخه یه مثلا همه نه, آخر... نه. میخوام می آخه واقعا اینو بگم. بگم بگم ببین یه بازی اومده که می... یعنی از اون موقع مثلا چند سال پیش که میگن آقا تو اگر ام... دفعاتش هم نمیدونم چقدره تو اگه یه چاقو رو رو به مثلا خودت نگه داری بری جلوی آینه تو هموم چراغا هم خاموش کنی پنج بار دور خودت به چرخی یا شش بار نمیدونم چقدر هی hey, بگی بلادی مری بلادی مری بلادی مری یه اتفاق خیلی بدی برات میفته تو نه تان کردی هیچ وقت خب،, خب حالا میخوام همین رو بهت بگم ببین واقعا چرت دیگه یعنی ول هم کن مگه میشه یه همچین چیزی درست باشه ولی من هیچ وقت جرئت نرم اینو امتحان کنم با اینکه با اینکه صد درصد میدونم چرته ولی اینکه تو یه چاقو رو, رو به خودت بگیری بری تو تاریکی همون رو به روی آینه چراغ و خاموش بچرخی دور خودت پنج بار اسم یارو رو بگی یه ذره کدره دیگه میدونی چی میگم یعنی تو امتحان کردی من امتحان کردم هیچی نشد ولی خب معلومه هیچی نشده که الان جلو نشستی دیگه ولی آخه ندی بعضی وقتا میگن اصلا ممکنه یارو بیاد تو آینه یعنی ممکنه تو آینه ببینیش چرت دیگه؟ نه ولی من واقعا تست نمیکنم اینو اصلا کای ندارم. چرت تست؟ اصلا چله همین الان ما رو تست نه الان باید یه ساعت برم و چاقو بردارم بیا ولی بعد از این ویدیو تست کن حالا شاید <تصفح> آها آه. این یه فکر کنم بحث عوض کنه ولی البته نه خیلی هم عوض نمیکنه میگه که اگه بزرگترین ترس انسانها رو توی جدول رده بندی کنیم مرگ رتبه دوازده رو داره آقا من نمیدونم اصلا اینو کی گفته و چیه و... چیه اصلا نمیدونم درسته یا نه اصلا شاید غلطه خب من خودم میخوام بگم غلطه چون فکر کنم من فکر کنم بزرگترین ترس انسان تو زندگی مرگ. نه دیگه آخر یعنی ببین بذار یه جوریت بگم ریشه هر چیزی به مرگ میرسه خب یعنی یعنی مثلا تو از تنهایی میترسی برای اینکه دوست نداری توی تنهایی بمیری خب یعنی از آه. از دست دادن عزیزانت میترسی به خاطر اینکه اون باعث میشه تنها شی از, تن... از اینکه تو هوا ما سقوط کنی میترسی چون میمیری خب چون اینکه یعنی همش مرگ یعنی آره شاید مستقیما تو به مرگ فکر نکنی که به ترسونتت ولی مثلا داری به ناخداگاه داری به بیپولی فکر میکنی خب تو اگه بیپول باشی هیچی پول نداشته باشی هیچ کاری نتونی بکنی خب ای گرسته... گرسنگی میکشی و در بدترین حالتش اینه که میمیری دیگه حالا حالا البته راست میگه دیگه فکر کنم هم میشه همون دوازدهم هم ولی ریشه رو در نظر نگرفته یعنی کلی اتفاق باید نه بیانستن. آره دیگه کم، یعنی کمتر کسی مستقیم میاد بگه که آقا من از مرگ میترسم آره فوبیا من مرگ حالا ببین خیلی باحاله که همه اینا داره به هم دیگه لینک میشه راجع به هواپیما یه چیزی گفتی یه چیز خیلی جالب بگم میگه از هفتاد سال پیش تا به امروز بیش از 90 تا هواپیمای بدونه هیچی یعنی گم شده مفقود شده هیچی از اون هواپیما معلوم نیست اصلا چی شدن اینا چقدر از... از چه سالی چقدر؟ از هفتاد سال پیش یعنی تقریبا تو هر سال بیش از یه دونه یعنی داره دیگه خب حالا یه چیز خیلی جالبی که بعد این باعث شد من یه ذره آنتنام اینجوری شه برم سرچ کنم این بودش که یه هواپیمای پرواز شماره 370 هواپیمای مالزی ببین این هواپیماه 227 تا سرنشین داشته با 12 تا هم خدمه خود هواپیما بودن 8 مارس 2014 از کوالالامپور بلند میشه که بره سمت پکن و این هواپیما هیچ وقت به پکن نمیرسه و تا امروز هنوز هیچی ازش پیدا نشده. خیلی عجیبه این. ببین خیلی عجیبه ولی به نظر تو آقا چی میشه؟ من من یه, من یه جواب براش دارم جدی. بگو جواب جواب من اینه که این قطعا میافته تو اقیانوس دیگه بعد موقعی هم که تو بیفتی تو اقیانوس چقدر جوابت بی چرا؟ تو اقیانوس بیفته خب چه چرا رادار میرن بیرون اگه تو رادار باشن که خب میف میتونن ببینن کجا شاید از لحاظ تکنیکالی مشکلی برای خود هواپیمای به وجود میاد رادارش مثلا از کار میفته یعنی اصلا یعنی مشکل س... حالا سخت افزار که نمیگن مشکل خود هواپیما است میدونی انگار مثلا کیلومتر ماشینت که او اینجوری آفشه بیفته تسمه پشتش خراب شده حالا به همین مسخرگی آقا یه بار ولی حتما حتما باید یه دونه بشینیم کامل راجع به هواپیما و این اتفاقای عجیب غریبی که براشون افتاده آبا. و حل نشدم صحبت کنیم چون فکر کنم خیلی باحاله خیلی زیادم هست یعنی این یه دو ای که الان گرفتم که حالا با هم دیگه صحبت کنیم و اینا بیشتر حالت چیزو داره اینتروداکشن داره دیگه انگار شروع شد چون خیلی این این پلیلیسته خیلی اتفاقای رندومی توش میفته اصلا قرار نیست فقط من تنها باشم قرار نیست فقط با کیارش باشیم یه بار ممکنه یه نفر سوم بیاد یه بار ممکنه تنها باشیم یه بار مثلا تو ذهنم هست شاید واقعا باعث چه یه سری ولاگای عجیبن بگیریم تو این پلیلیسته بذاریم یعنی م... من خیلی پایم دیگر. اینو آیدیش هم بهت گفته بودم الان اینجا هم میگم که دوباره مجبور شی خودت یه چالش بذار مثلا بلند شد تن... میگی تنها دوست نری ولی تنها برو یه جای خیلی عجیب غریب خب به این من خیلی بهش فکر کردم خب مثلا یه ایده که داشتم این بود که خود این چیزی که الان دارین میبینین و مثلا تو هم تو یه جای عجیب باشی منم تو یه جای عجیب باشم اونجا با هم دیگه صحبت کنیم که دقیقا بشه تاک دارک یعنی واقعا دارک ولی مسئله اینه که هزار تا مشکل جلو راهته چون چون پروداکشن عجیب میخواد ببین مثلا تو یه نور رو نمیتونی بری وسط جنگل یا یه توی خونه هانتد اصلا برق نیست خب خود سیستم هم تو نمیتونی اونجا پیاده کنی یعنی ستاپ مثلا میکروفون و یعنی تنهایی نمیشه نه، خب اوکی او او برو ولی یه ولاگ میدی. میتونی میتونی یه ولاگ بگیری ولاگ،, ولاگ میشه ولی باز دوباره ولاگ هم شب بخوای بگیری یه سری داستانای خودشو داره دیگه روزم که اون حاله رو نمیده ولی امیدوارم میگم این پلی خودش باعث بشه که این کارا رو بکنیم و اینکه سری بعدی هم بیشتر صحبت کنیم یه کار دیگه هم که کلا دوست دارم یعنی تو این داستان ها داشته باشیم اینه که آخرش یه فیلم ترسناک بگیم که اگه بچه ها نیدن ببینن با توجه به بحثی که امروز داشتیم حالا دیگه جنگی رو چه میدونم کانجرینگ و اینا دیگه خیلی که میشه اون دیگه دیگه ازن دیگه ام اون بلاد رد سکای رد بلاد بلاد رد اونو چون همین یکی دو ماه پیش دیدم فکر کنم رد بلاد سکای فکر کنم بلاد رد سکای میاد فیلمه اوکی اون پس اونو تو هم خیلی خوشه اونو صد درصد خیلی تو حال میکنی زود به زود بیا دیگه الان گیره تو وردم دیگه در نرو اگه درامون بدی که میاد خونه خودته ببین تا... واکی تا دارک دیگه اومدیم کلا یه دونه پلیلیست عجیب کردیم ها یعنی واقعا دیگه دارک بازا ببینم چیکار میکنی چون ام... این این پلیلیست جدی ساپورت میخواد چون میدونم اقلیت کسایی که دارن منو دنبال میکنن با این داستان حال میکنن و خیلی کسایی که با این داستان حال میکنن اصلا منو نمیشناسن خب بنابراین اون اقلیت باید سعی کنن که پاسکاری کنن که اونایی هم که اگه حال میکنن با پادکست اینجوری چون من پادکست اینجوری چند تا شنیدم خیلی هم کارشون درسته حالا دوست دارم یعنی یه کانکشنی بزنم اونا هم اگه دوست داشتن با هم دیگه سری برنامه‌ای باحال بسازیم ولی کمه یعنی نمیخوام نیست کمه واقعا شاید مثلا پنج داست. و فکر کنم خیلی باحال باشه کارهای خیلی باحالی میشه کرد و همین دیگه دمت گرم برو بریم شما گرم